تا شما بتوانید به راحتی از ثمره عشق جوان و شادابتان برخوردار شوید. در آستانه سعادت بزرگتان از شما عزیزان خودم تمنا دارم گناه مرا به شوربختی و بی‌حاصلی عمر تبه شدم ببخشید و بگذارید همچنان برای شما عمو دکتر باقی بمانم. همه اموال منقول و غیر منقول خود را به شما می‌بخشم و امیدوارم آن را به عنوان هدیه کوچک عروسی خود از من بپذیرید. عمو دکتر شما. حکایت عجیبی. خدایا من دیگه خسته شدم، تحملش برای من مشکله. خانم مهری، من کاملا ناراحتی شما رو درک می‌کنم، منتها شما باید این بخشش رو به خاطر آسایش روحی دکتر فرزافر قبول بکنید. امیدوارم براتون این توهم پیش نیاد که چون من مشاور حقوقی دکتر فرزافر هستم این عقیده رو ابراز میکنم. شما چی فکر میکنید آقای دکتر ماهان؟ متاسفم، من نمیتونم این بخشش جوانمردانه رو از ایشون قبول بکنم. ما قبلا حرفامونو با هم زدیم. منظورتون اینه که؟ گوش کنید آقای وکیل، بزرگترین بخششی که این میون به من شده اینه که تونستم مهری رو از کام مرگ بیرون بکشم. در واقع اون چی که این توفیق و نصیب من کرد عشق دکتر فرزادفر به مهری بود. ولی اون خودش رو در مورد این عشق گناهکار میدونه. اون مانع سعادت شما شده. اینه که به عنوان کفاره گناهان خودش سعی داره تا اونجا که میسرش هست برای خوشبختی شما دو نفر بکشه. او نه خدای من، من و ماهان درد دکتر رو حس میکنیم. اون تو این ماجرا مقصر نیست. هیچ کس نمیتونه اونو به اتهام عشق صادقانش سرزنش کنه. اون هنوز شوهر منه. اما شما با قبول هدیه اون شکنجه روحیشو تسکین میدین. آخه چطور؟ میفهمم آقای وکیل، منتهای شکنجه رو باید به یه نحوه دیگه تسکین داد. باید اونو متقاعد کرد به این که هیچ دادگاه و عدالتی نمیتونه اونو برای خاطر عشق بزرگ و شریفش محکوم کنه. من که از حرفای شما هیچ سردر نمیارم. برای من خوب شدن مهری از هر چیزی مهمتره. البته، ولی اونم دامادمونه، نباید خودشو به خاطر این چیزا مجازات بکنه. آخه چرا؟ چرا اسم این گذشت بزرگ عاشقانه رو مجازات میگذارید؟ این آخرین قدمیه که اون میتونه در راه سعادت شخص مورد پرستش خودش برداره. من متاسفم از اینکه شما میخواید اونو از تنها لذت زندگیش محروم بکنید. خدایا کمکم کن، کمکم کن. عجیبه. خب دیگه، من وظیفه خودم رو انجام دادم. تا یکی دو روز دیگه میتونین برین منزل. من واقعا خوشحالم که دین خودم رو به دکتر فرزادفر ادا کردم. امیدوارم از خودتون مواظبت کنم. آقای دکتر، شما رو پایین میخوام. متشکرم. خانم مواظب باشین، شما نباید حرکت کنید. آقای وکیل، شما دخترمو نصیحت کنید. من نمیفهمم آدم از زندگی چی میخواد. این همه ثروت دکتر بهش رسیده، ماشاءالله حالش هم که خوبه. خوب اگه ماهانو دوست داره میتونه زنش بشه. مردم هزار تا شوهر میکنن. خواهش میکنم مامان، بذارین این دفعه خودم رو زندگیم تصمیم بگیرم. دخترم، تو باید ببینی آقای وکیل عقیدشون چیه. بالاخره ایشون واردتر از ما هستن. ببینید خانم مهری، به موجب وکالتنامه رسمی شما مطلقه هستید و حق دارید با هر کس که مایل باشید ازدواج کنید. امروز هم از بیمارستان مرخص میشید. اگر واقعا دکتر ماهان رو دوست دارید نباید بگذارید از ایران بره، چون اینطور که تحقیق کردم اون فردا صبح زود با هواپیما حرکت میکنه.